مشکل اساسی در راه به ثمر رسیدن به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه پنج به اضافه یک در کجاست؟ چه کسانی نمیخواهند این مذاکرات به نتیجه برسد؟ در تهران چه جناحایی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی شدند؟ آیا جمهوری اسلامی قادر است به مشکلات خود با دنیای غرب به ویژه آمریکا پایان دهد؟ نامه پرزیدنت اوباما، باراک اوباما، برای سید علی خامنه ای، آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محتوای این نامه چه بوده است؟ چه پیامدهایی برای پرزیدنت اوباما و دولت او در واشنگتن دارد در پی واگذاری سنا به حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای این کشور؟ آیا دیپلماسی ایران در برابر غرب به سود مردم ایران و سفره مردم ایران است؟ آیا سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و جنوب خلیج فارس مصالح و منافع ملی ایرانیان را تأمین می کند؟ چه تعارضهایی میان سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و غرب به ویژه آمریکا وجود دارد؟ سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی. ساعت 1 بعد از ظهر با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پرسش ها در عرصه روابط خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با غرب بسیار است. در میان میگذاریم در این شماره تفسیر خبر با آقای ناصر محمدی روزنامه نگار در استودیوی ایران فردا لندن. در ادامه برنامه آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایرانی و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ، با من و شما خواهد بود. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز، با سلام به شما و خوش آمد به شما به استودیو ایران فردا لندن. درود بر شما جناب چلنگی و میمان محترم برنامه که بعداً تشریف میارن و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا به ویژه هموطنانمون در ایران. جناب محمدی عزیز، مشکل اساسی در اینکه این مذاکرات پنج به اضافه یک و جمهوری اسلامی به نتیجه روشن نمیرسه و این همه طول کشیده رو شما بیشتر در چه میبینید؟ ببینید جناب شلنگی، من تصور میکنم آنچه که جمهوری اسلامی دارد انجام میدهد، یعنی الان مدت هاست، بیشتر از 10 ساله که این بحث ها و این گفتگوها ادامه داره و سابقه ای که از جمهوری اسلامی در دست است این استش که به هر حال پنهانکاری میکنه و این تعارف هم نداره. ما یادمون هست که در سال 2003 بیانیه سعدآباد صادر شد و ایران به طور داوطلبانه در زمان در اون 2 ساله آخر آقای خاتمی، 1.5 سالش، قبول کرد که به طور داوطلبانه غنی‌سازی رو متوقف بکنه. اما بعداً قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بیاد بر سر کار، 2 ماه قبل از اون دوباره لاکمورها رو شکستن و غنی‌سازی رو شروع کردن
و این یک سابقه شد بر اینکه جمهوری اسلامی به هر حال مخفی کاری میکنه. و بعد هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که در همون مدت هم مشغول به کار خودشون بوده. اما وقتی همون نگاه مدت، میکنه یعنی ببخشید، همون مدت یعنی منظورتون پیش از احمدی نژاد دیگه نیست؟ بله، در موقع هم کارهای محرمانه همین میکنه. آقای روحانی در اون موقع که رئیس دبیر کمیسیون شورای امنیت ملی بودند گفتند و دیگر مقامات هم گفتند که در همون موقع هم مشغول فعالیتاشون بودن و تا به صورت مخفی. حالا هم وقتی نگاه میکنیم ببینید جناب چلنگی، مسئله این استش که جمهوری اسلامی نمیخواهد واقعا تسلیم شرایط، نمیخوام بگم غرب، تسلیم شرایط آژانس بشود. آژانس اتمی وظیفه داره که نظارت بکنه، بازرسی بکنه، بازرسی های سرزده انجام بده. آنچه که در MPT آمده، اگر هم کشوری میخواهد به طور صلح‌آمیز از نیروی اتمی استفاده بکنه، هم آژانس و هم دیگر کشورهای عضو وظیفه دارن اساساً بهش کمک بکنن که اون مسئله رو راه بندازه. اما میبینیم که در جمهوری اسلامی اولا بسیاری از این نیروگاه ها که در واقع حالا اسمش در وسط هست، مانند نیروگاه فوردو، نیروگاه هایی است که توسط منابع اطلاعاتی فاش شد، جمهوری اسلامی این رو گزارش نکرد. و در مواقع دیگر و در موارد دیگر میبینیم که همین مذاکراتی که خب سال گذشته مذاکراتی رو شروع کردن به توافق ژنو انجامید 6 ماهه و بعد در اثر اون 6 ماهه نتوانستن کاملا انجام بدن و به هر حال اضافه شد، حالا در حدود کمتر از 2 هفته مانده که به 24 نوامبر که تاریخی است که باید، فرصتی است که تعیین کردن که باید به توافق نهایی و جامع برسن. در این 3 روز گذشته هم که امروز یعنی از 1 شنبه و 2 شنبه و 3 شنبه مذاکراتی در جریان بود در مسقط در عمان. خب حالا میبینیم باز دوباره طرفین از گفتاری که دارند، حرفایی که میزنند با هم متغایره. از یک سو آمریکا میگوید جمهوری اسلامی قبول کرده که فعالیت غنی‌سازی رو کنار بذاره، از سوی دیگر آقای عراقچی میگوید اصلا ما پیشرفتی نداشتیم. از طرف دیگه میبینیم که حالا غیر از چند نکته ای که فرصت باشه بهش اشاره میکنم، میبینیم که بیانیه یو نمایندگان مجلس، 200 تن از نمایندگان مجلس صادر کردن که ما باید به غنی سازی ادامه بدهیم. و نکته جالب در این بیانیه آنچه که آمده این استش که حالا عزت جمهوری اسلامی باید سر جاش باشه، باید مرعوب نشیم از این حرفا. میگوید هر گونه نظارت و بازرسی از سوی آژانس رو ما هیچ گونه نظارت و بازرسی رو قبول نخواهیم کرد. خب یعنی پس این به این ترتیب در بر همون پاشنه میچرخه نیست؟ واقعیت هم همینه جناب چلنگی. ببینید آقای ظریف مدتی پیش، در حدود 6 ماه 8 ماه پیش گفتن که ما تمام مشکلاتمون حل شده، مونده 30-40%. حالا معلوم می شود که اون 30-40% مهمترین موضوعات است. خود آقای ظریف در یک اظهار نظر گفتند ما اجازه بازدید از پارچین را نخواهیم داد. ببینید جمله چجوریه، اجازه بازدید از پارچین را نخواهیم داد زیرا پارچین یک مرکز نظامی است و بازرسی از مراکز نظامی در توافقنامه ها نیامده. خب سوال پیش میاد که اگر کسی می خواهد انرژی برق بگیره از نیروی اتم، چه نیازی داره که در تأسیسات نظامی این رو علم بکنه چنین نیروگاهی؟ خب ممکنه آقای ظریف بگه در پاسخ به این پرسش بگه آقا جان اون پارچین ما اتمی نداریم، بنابراین فقط نظامی و شما میخواییم به بهانه اتمی بینیم تأسیسات نظامی ما، حسین قلی، حسن قلی، این پاسدار ماستر هر کی که از اونجا رو میخواین شناسایی کنین، یا این موشک های انواع و اقسامی که میگن نمیگن ما مثلا نیروگاه ادعای بکنید چه خواهید گفت؟ نمیگن ما نیروگاه نداریم، میگوین نیروگاه پارچین رو، تاسیسات اتمی پارچین رو اجازه بازرسی نمیدهیم. درست. زیرا در منطقه نظامی واقع شده. خب سوال پیش میاد که چرا در منطقه نظامی؟
و بعد میگویند پارچین رو مورد بازرسی قرار داده آژانس، در حالی که آژانس میگوید از سال 2005 تا به حال ما بازرسی نکردیم، دو دفعه هم بازرسی کردیم، بسیار خوب به نتایج نرسیدیم. ولی یکی از مفاد، یعنی از بندهای NPT این استش که آژانس بتواند بازرسی های سرزده، بازرسی هایی که بدون اطلاع قبلی باشه انجام بده. این بازی مسئله. مسئله آب سنگین عراق که باز نمایندگان مجلس در همین بیانیه نوشتند این هستش که باید به کار خودش ادامه بده، به فردو نمیگذاریم بروند و بازرسی بخ. ببینید آقای چلنگی، اگر کشوری بخواهد، کشوری بخواهد واقعا نیروی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز به کار ببره و فعالیت بکنه، کسی مانعش نیست، مگر در مورد نیروگاه بوشهر اصلا سر صدایی هست، مگر ایرادی میگیرند، کسی آمده بگه مثلا از جامعه بین المللی که نیروگاه اتمی رو باید بس یا مثلا تحت کنترل قرار داد. آقای محمدی شما از من میپرسید، من یه سوال دیگه دارم. من شما که کاری نیستم. ببینید همین پرسش در برابر هم جمهوری اسلامی است و هم به نظر من در برابر 5+1 هست. این همه سال آیا طول میکشه که آدم بفهمه بالاخره این جمهوری اسلامی در پی بمب اتم هست یا نیست؟ بله، این ور قضیه که همه کشورهای صاحب همه تکنولوژی های به اصطلاح نظارت هستن، لزومی نداره به اینکه جک جونز یا جیم جکی فرستاده بشه یا خانم حتی کاترین اشتون بره تهران. خب مثلا الان چند سال گرفتاری هست؟ آیا کسانی که در این وسط، چه عرب چه اسرائیل، بله، معتقد هستن جمهوری اسلامی وقت کشی میکنه برای دست یافتن به بمب اتمی؟ چون این شرایط به وجود میاره. بله، این تردیدم. آیا حق ندارن؟ از اون طرف این سوال در برابر 5+1 هم هست. شما که نمیتونید تا ابد برید که بشینید آقای ظریف بخنده، خانم کاترین اشتون بخندن و همین دست بدن و بعدم بیان بیرون بگن به جایی نرسیدیم. نه خب ببینید، مسئله این هستش که وقتی که به جایی نرسیدند، وقتی ما نگاه میکنیم اون یکی دو سال اول که داشتن مذاکره میکردن، حالا بعد از بیانیه سعدآباد و غیره، وقتی که آقای احمدی نژاد دوباره شروع کرد و هر فروردین ماه جشن هسته‌ای به راه انداخت و غیره، خب ما میبینیم که 5 یا 6 بیانیه از سوی آژانس اتمی علیه ایران صادر شد و به ایران هشدار داده شد که باید اجازه بدهد بازرسی انجام بده که موافقت نکرد. و دیگر این که بعد از اون گفتن اگر شما همکاری نکنید تحریم ها در پیش خواهد بود و تحریم های سازمان ملل 4 قطعنامه تحریمی تصویب شد که حالا پر اهمیت تر از اونها تحریم های دیگری بود که کشورها به طور مستقل و مضاعف خودشون در مورد ایران برقرار کردن، که مهمترین اون در جولای 2012 مسئله تحریم خرید نفت خام ایران از سوی اتحادیه اروپا و 4 ماه 5 ماه بعد از اون مسئله تحریم معاملات بانکی بود. حالا همون 5+1 که داریم میگوییم، خب چرا اونا متوجه نشدن؟ اتفاقا متوجه شدن و این تحریم ها هم به واسطه پنهانکاری های جمهوری اسلامی هست و درست میگویند مقامات آمریکایی از جمله آقای اوباما که این تحریم ها و این فشارها بود که باعث شد جمهوری اسلامی برگردد به میز مذاکره و مذاکره رو آغاز بکنه. ولی در همین شرایطی که واقعیت رو باید قبول کرد جناب چالنگی، جمهوری اسلامی از موضع ضعف، از موضع اینکه شکست خورده، از موضع اینکه از نظر اقتصادی به سختی تحت فشار هست، به این علت است که پای میز مذاکره برگشته. حالا این یه بحثیست، ممکنه این باشه و خب پس بسیار است. اما چطور است که آقای عراقچی میگه اگر به نتیجه نرسیم، بله، و برگردیم به پیش از مذاکرات، این یه بلوف
یا اینکه واقعیته که پیامدهای بسیار بسیار خطرناکی برای غرب و یه جورایی تهدید ببینید خلاص ببینید همیشه از این خواهد داشت شعارها و جهنم خواهد شد و از این حرفا. بعد این تهدیده، خب این از ببینید موضع ضعف، از بازم چه از سر موضع ضعفه. هست حرفای عراقی؟ ببینید بازم از باشه. سر ضعف است جناب چالنگی. مسئله این استش که همون نمایندگان مجلس که چنین بیانیه رو امضا کردن میدانند و هم مقامات جمهوری اسلامی و هم شخص آقای خامنه ای که اگر بخواهند ادامه بدهند تحریم های بیشتری در کار است، به ویژه که الان خب در کنگره آمریکا هم تغییراتی ایجاد شده و جمهوری خواهان دست بالا رو دارند. به همین واسطه هم هست اگر از این تهدیدات تا حالا کم نکردند، کم انجام ندادند که آقا ما میزنیم و میگیریم و میبندیم و حتی یک بار به طور صریح اسرائیل رو تهدید کردند که یه بمب اتمی کافی است که اسرائیل رو از بین ببره. به هر حال مسئله پنهانکاری ها به جایی رسیده که باید جمهوری اسلامی درها رو باز بکنه، راه دیگری هم نداره. حالا آقای عراقچی میگوید برای آمریکا خطر دارد، من نمیدونم چه خطری میتونه داشته باشه. حداقل کاری که فرض بکنید یک کشوری میتواند در مورد کشور دیگر انجام بده اگر نخواد رابطه داشته باشه اینه که عملیات تروریستی. نه حالا میرسم به اون. حالا ببینید نه آقای محمدی، عملیات تروریستی عملیات کم خطری نیست. نه نه نیست. هنوز آمریکا جمهوری اسلامی رو از لیست کشورها یا دولت‌های حامی تروریسم بر نداشته، با صدای بلند هنوز اخراج خارج نکرده به یک معنی. اتفاقا میخوام به همین مطلبی که شما فرمودید برسم. پس از نظر پنجه به علاوه یک آمده فشارش آورده و بعد میبینیم که الان مدتی است بحث بر سر این استش که فقط مسئله جامعه بین المللی و به ویژه آمریکا و انگلستان و اروپا با ایران فقط مسئله هسته‌ای نیست، بلکه حمایت از گروه های تروریستی هم مطرحه. بسیار بسیار جمله جالبی رو آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد زد، در حالی که رهبران دو کشور ایران و بریتانیا بعد از 35 سال ملاقات کردن، آقای روحانی و آقای دیوید کامرون، ولی آقای کامرون در مجمع عمومی به صراحت گفتن که غیر از مسئله هسته‌ای، مسئله حمایت از گروه های تروریستی مطرح است و مسئله حقوق بشر مطرح است، رفتاری که جمهوری اسلام. حالا اجازه بفرمایید میخوام به اون نکته که فرمودید برسم. اگه کوتاه بفرمایید ممنون. بله، مسئله این استش که اونها هم میدانن که جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی حمایت میکنه، حمایت تسلیحاتی، مالی، آموزشی و حتی نظامی. خب به واسطه همین هم استش که کار مقداری دشوارتر شده، ولی کنترل از دستشون در نرفته و در این مدت هم بسیار جریمه جمهوری اسلامی از کیسه ملت ایران داده بابت این همه حمایت هایی که از گروه های تروریستی کرده و قتل هایی که به راه انداخته و خرابی هایی که انجام داده. آقای محمدی میگویند که جمهوری اسلامی از سر ضعف و از سر فشارها، پیامدهای فشارهای تحریم، ناچار به بازگشت به میز مذاکره با پنج به اضافه یک شده است. پرسش اینه که چرا پرزیدنت اوباما برای رهبر چنین رژیمی در چنین موقعیتی، برای رهبر چنین حکومتی نامه محرمانه میفرستند؟ در میان خواهیم گذاشت این پرسش رو با آقای محمدی و تا لحظات دیگر با آقای محمد رضا حیدری، عضو کمپین سفارت سبز که از اسلو نروژ به ما پیوستند، تا لحظات دیگر. با من و شما هستند در ادامه برنامه تفسیر خبر آقای محمد رضا حیدری از اسلو. سلام به شما آقای حیدری عزیز.
منم خدمت شما جناب چارلنگی و جناب محمدی سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه در خدمتتون. اصولا رو به تاریکی بیشتر داره میره دیگه، نیست معمولا چنینه. اینجا دیگه روزها داره کوتاه میشه و شبها بلند. بله بسیار عالی، شب یلدا هم که در پیش هست. آقای حیدری عزیز، پرسش اینه از آقای محمدی داشتیم این پرسش رو، که چرا علت اصلی که این مذاکرات اتمی به داستان لیلی و مجنون دیگه بیشتر شبیه شده، یا شیرین و فرهاد و این همه طولانی شده، علت این که به نتیجه نمیرسه واقعا چیست؟ خب همون جوری که در واقع در بحث‌های قبلی هم خدمتتون بودم، آقای خامنه‌ای و تیمش در بیت رهبری به دنبال یک تضمین عملی از غربه که اقداماتی در خصوص براندازی جمهوری اسلامی انجام ندن و به دنبال اینه که این برگ اتمی که در اختیار داره حد اکثر استفاده رو بکنه و تضمین های امنیتی لازم رو به دست بیاره، چه بسا برای بعد از خودش و حتی مورسی کردن این ولایت فقیه در خانواده خودش بتونه مؤثر واقع بشه اقداماتی که داره انجام میده. و متاسفانه هر چه قدم این مذاکرات طولانی تر بشه، دودش فقط تو چش مردم ایران میشه و بحران هایی که در واقع مردم ایران باید باهاش دست به گریبان بشن و وضعیت اقتصادی و معیشتیشون روز به روز بدتر کنه. چطور همچین چیزی هست در حالی که آقای خامنه‌ای معتقد نایب امام زمان حکومت الهی بین مردم ایران پایگاه گسترده داره و بعد هیچ کشور غربی نمیاد سند کتبی به کسی بده که آقا ما علیه شما کاری نمی کنیم، براندازی برای اینکه معنیش اینه که حتما یه کارایی میتونن بکنن، یا تایید این هست که در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنن. به اضافه حتی اگر بشه همچی سندی داد، خب سند رو میدن بعدم زیرش میزنن اگه قرار کار براندازی بکنن، و بعدم مگه یه حکومت برای موندگاری فقط باید تکیگاهش سند غربی باشه که کاری علش نمیکنه، یا نه اینکه خودشون احتمالا خبر دارن شاید تن اینه که چون آقای خامنه ای سرنوشت افراد دیگه ای رو که به نوعی با آمریکا و غرب توافق رسیدن در خصوص مسائل اتمی رو داره میبینه، چه عاقبتی بر سر قذافی اومد، و از اون طرف کره شمالی رو هم داره میبینه که علیرغم همین بازی هایی که انجام داد و همین مذاکراتی که ادامه داد، تونستش به اون بمب اتمی و خاص خودش برسه و الان هم در گوشه ای از دنیا در واقع دارن کار خودشون رو کره ها انجام میدن. اینه که آقای خامنه ای در واقع با این برگی که در دست داره میخواد حد اکثر امتیاز رو بگیره، و ما میبینیم که عملا این مذاکرات در داخل ایران چارچوب هایی رو براش تعیین میکنن که خب غرب باش موافق نیست، و الان هم که در مسقط اینها گرد هم جمع شدن، آن گونه که گفته میشه به اون توافقی که مد نظرشون هست نخواهند رسید، و در نهایت به خاطر اینکه بخوام بگم مذاکرات به شکست نینجامیده و ادامه داره، شاید بتونن به برگی رو کنن و بخوان تمدید کنن این مذاکرات رو، وگرنه آقای خامنه ای با توجه به اهرم هایی که در دست داره و الان هم سفری که همین امروز آقای صالحی به مسکو داشته برای عقد یک قرارداد برای خرید دو نیروگاه اتمی دیگه از روسیه، یک پیامی رو در واقع داره به غربیان میده که اگر چنانچه با آقای خامنه‌ای نخوان همراهی کنن، و همونجور که میبینیم آقای اوباما هم این قدم ها رو برداشته و با این نامه‌ای که فرستاد عملا نشون داد که میخواد که با اینها یک رابطه ای داشته باشه، عملا فکر میکنم که این قضايا به جای نرسه و فقط مردم ایران باید هزینه های بیشتری رو بده. آقای محمدی، نگرانی از اینکه غرب اقدامی برای براندازی جمهوری اسلامی بکنه، خب لابد یه اشراف هم دارن که در زمان انقلاب 57 به هر حال غرب جیمی کارتر و دولت او اقداماتی کردن، کمک هایی شاید کردن، یا به گفته اسناد و مدارک منتشر شده حتی در خاطرات ابراهیم یزدی از واسطه های انقلابیون آیت الله خمینی و واشنگتن، نشانه هایی در این زمینه ها هست. در این زمینه نظر شما، تفسیر شما رو میشنویم، چرا این همه نگران جمهوری اسلامی، حکومت به اصطلاح الهی، خودخوانده الهی با پایگاه مردمی گسترده، با شعارهای روزمره مرگ بر آمریکا و از این صحبت ها. چرا؟ چرا این همه نگران آقای خامنه‌ای؟ بله البته جمهوری اسلامی درست است، ممکنه یک هدفش این باشه که با تولید بمب اتمی در واقع موجودیت خودش رو بخواد تثبیت بکنه، اما مسئله این هستش که آیا
اولا به تولید بمب اتمی خواهد رسید یا نه، یک. دوم اینکه بعد از اینکه بمب اتمی تولید کرد آیا تضمین می شود حکومتش یا نه، دو. و سوم اینکه اساسا تا به حال مگر اقدامی غرب یا ایالات متحده برای براندازی نظام جمهوری اسلامی انجام داده که چنین ادعایی می کنن. البته در داخل ایران فرض بکنید اگر مسئله اسید پاشی هست در اصفهان ادعی رو که واقعا سازمان یافتن و امر به معروف و نهی از منکر میکنن میرن اسید میپاشن تو صورت زنها، اینها رو میگن سیاست های غرب است. اگر فیلمی ساخته میشه میگن سیاست غربه، اگر بیهجابی هست میگن غرب میخواد ما رو سرنگون کنه. آخه اینا که ربطی به براندازی نداره و تازه چه ربطی به ایالات متحده و مثلا دیگر کشورها داره؟ فرض بکنید شما میاد یک انتخاباتی انجام میدید توش تقلب به کار میبرید، آقای احمدی نژاد میخواد بیاد بر سر کار و تقلب آشکار انجام میدید، مردم میان اعتراض میکنن، خب نهایتش این هستش که انتخابات رو تجدید بکنید دیگه. اینو میذارن به حساب اینکه غرب میخواد ما رو سرنگون کنه. نه، تا به حال غرب نه تنها سرنگون نخواسته بکنه و اقدامی هم نکرده، بلکه فکر میکنم حمایت هم کرده، و الا اگر بخواهد واقعا اقدامی بکند به ویژه در دورانی که آقای اوباما بر سر کار بوده است، میبینیم که کار چندانی انجام نداده. اون وقت جمهوری اسلامی در همین تحریمهاش در واقع به زانو در آمده، حالا مثلا چجوری میخواهد کاری بکنه؟ خب اگر به زانو در اومده، ببینید آقای محمدی چرا نمیپذیره؟ آخه این پذیرفتن اینکه به زانو در اومده لازمش اینه که بعدش دیگه آقای خمینی در مورد جنگ آمد و گفت جام زر رو سر میکشیم و سلام، بله. نامه تمام. بله نمیخوام آقای... بپذیریم، از دل و جون مخالف پذیرفتن، اما ناچاری بپذیر. چرا این بابا آقای خامنه‌ای نمیاد همچی چیزی رو بگه؟ خب آقای خامنه‌ای الان داره دو گانه بازی میکنه، دو رویکرد متضاد داره. هم از یک طرف میگوید از گفتگوها حمایت میکنم، هم از طرف دیگه میگوید اطمینان ندارم. ولی به طور کلی شخصیتا هم اگر بگیریم، آقای خمینی با آقای خامنه‌ای تفاوت بسیار زیادی داشت. ضمن اینکه اون موقع هم اگه خاطرتون باشه مسائلی پیش آمد که آقای خمینی ناچار شد قبول بکند. حالا فرض بکنید خود آقای خامنه‌ای چقدر میتواند تحمل داشته باشه؟ آنچه که جمهوری اسلامی ازش میترسه جناب شلنگی، مسئله این است که اگر فشارهای اقتصادی، ما همواره فکر کرده ایم که آخه اینها همه این تحریم ها و غیره به زیان مردم ایرانه، ولی اونها مسئله زیان مردم رو در نظر نمیگیرن، ترس از این هست. اتفاقا راهی که دارن میرن به سوی براندازی است. ترس از این هستش که اگر این تحریم ها افزایش پیدا بکنه و زندگی بر مردم مشکل بشه واقعا به گونه ای که نتوانن زندگی کنن، اون وقت است که احتمال یک طغیان عمومی هست و از اون باید جمهوری اسلامی بترسه. والله یه نامه نوشتن از سوی آقای پرزیدنت اوباما برای آقای خامنه ای که چه بسا جنبه هشدار داشته باشه چیز چندان مهمی به اعتقاد من نیست. بسیار خوب، به اون نامه حتما خواهیم رسید. اما آقای حیدری، خیلی ها برای نظر هستن یکی از علتهایی که به توافق نمیرسن فقط شخص آقای خامنه ای نیست، بلکه جناها، دستها، گروه های مختلفی وجود داره در جمهوری اسلامی که هر کدوم بخشی از قدرت رو در این موزاییک قدرت داره. تفاوت با دوران آقای خمینی این هست که آقای خمینی 100% قدرت سیاسی رو در عرصه داخلی و خارجی داشت، حرف اول و آخر رو ایشون میزد. جنگ باید ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا میکرد، باید متوقف بشه، متوقف میشد، به قول خودش نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. آقای خامنه ای اما چون این قدرتی رو نداره، ورا چنگا تریبون و سخنگوی یکی از جناهای قدرت هست، تا جایی که حتی آقای سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران صراحتا اعلام میکنه که ما زیر بار این قرارداد دیگه، توافق تحمیلی دیگه نخواهیم رفت، و آقای خامنه ای پس میشینه.
حرف بر سر اینه که آقای خامنه‌ای 51% قدرت رو نداره و اینه که این آشفتگی رو به نحوی پیش میبره و این آشفتگی در روی میز مذاکرات با خنده های بیموقع و بجا و بیجای آقای ظریف پوشیده نخواهد ماند و ثمر نخواهد. تفسیر شما میشه. خب آقای خامنه ای بر اساس اینکه خودش واقفه که با رعب و وحشتی که نیروهای امنیتی ایجاد کردن تونسته حکومت خودش رو در واقع ادامه بده و از همینم هم وحشت داره که چنانچه این توافقات به نتیجه نهایی برسه، این نیروهای امنیتی که تاکنون باعث بقای ایشون شدن اونها بر علیه خودش بشورن و باعث بشه که وضعیت از دستش خارج بشه، کما اینکه ما میبینیم که عوامل امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای سپاه این موارد رو متذکر میشن و مکررن حتی عواملشون که در داخل مجلس هستن از تریبون های مختلف این موضوع رو دارن به آقای خامنه ای گوش زد میکنن و ایشون هم پای قضیه در واقع تا حالا ایستاده و نباید هم از این قضیه غافل بشیم که اینها معتقد هستن که چنانچه این توافق انجام بشه و این مسئله هسته ای تموم بشه، غرب به این سادگی جمهوری اسلامی رو رها نخواهد کرد و سر مسائل حقوق بشر و مسائل دیگه ای که با جمهوری اسلامی داره مثل بحث تروریسم بین الملل جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و اینه که آقای خامنه ای و این گروه هایی که باهاش دارن همکاری میکنن متذکر این مسئله هستن که چنانچه این مسئله تموم بشه در خصوص تروریسم، در خصوص حمایت هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و همچنین بحث مواد مخدر و ترانسفرش که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع بخشی از اون رو به عهده دارن، اینا مواردی هستش که غرب با جمهوری اسلامی در واقع وارد مناقشه خواهند شد، به خصوص بحث حقوق بشر. اینه که آقای خامنه ای و این تیمی که در واقع در بیت رهبریشون هستن به دنبال این هستن این ماجرا ادامه پیدا کنه تا در حاشیه این ماجرا بتونن به اون خواست خودشون که در واقع رسیدن به قابلیت ساخت بمب اتمی برسن. من نکته که الان جناب محمدی هم فرمودن که اینها ضعیف هستن، من فکر نمی کنم در داخل ایران آقای خامنه ای و این گروه های نظامی که باش همکاری میکنن این گونه فکر کنن. اینها دارن در عراق مداخله میکنن، در سوریه مداخله میکنن، در بحرین، یمن و در امور داخلی افغانستان و حتی در پاکستان. اینا آنگونه که ما در بیرون نشستیم و فکر میکنیم که اینها ضعیف هستن این گونه نیستن و دارن در واقع در امور داخلی بقیه کشورهای همسایه دخالت میکنن و از این بحران هایی که ایجاد کردن غرب رو هم در واقع وادار کردن که در بعضی موارد باهاشون در واقع همراهی کنه، کما اینکه میبینیم آقای اوباما درخواست میکنه در سر قضیه داعش آقای خامنه ای بیاد و با اینها سر منافع مشترک با هم همکاری کنه. کارتای عراق، سوریه، لبنان و مسئله فلسطین و بقیه جا مورد اشاره آقای حیدری در دست جمهوری اسلامی در مذاکرات با غرب به ویژه رد و بدل نامه های پنهانی کاخ سفید تهران. تفسیر شما رو میشنیم آقای محمد. ببینید، درست است که جمهوری اسلامی از طریق گروه های تروریستی در منطقه و در کشورهای منطقه نفوذ پیدا کرده است، تردیدی درش نیست، اما همین ها هست که غرب رو حساس میکنه، همین ها هست که باعث میشود جامعه بین المللی به طور کلی رو در روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. من تصور نمیکنم. ببینید، ما میگوییم قدرت داره، این قدرت از طریق مثلا کمک کردن به حزب الله و کمک کردن به حماس و جهاد اسلامی بدین صورت قدرت کسب کردن یک قدرت تروریستی و یک قدرت در واقع نابهنجار هستش و این رو جامعه جهانی به هر حال ناگزیر هست که جلوشو بگیره. منتها در درجه اول مسئله اتمی مطرح هست. وقتی که این تموم بشه، همونجوری که جناب ایداری هم اشاره کردن، تازه مسئله حمایت از تروریسم و مسئله حقوق بشر میاد وسط. مسئله حقوق بشر اگر بیاد وسط، درست اون دیگه پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی است. اما من باور نمی کنم که آقای خامنه ای قدرت این کار رو نداشته باشه. آقای خامنه ای در واقع دوگانه بازی میکنه که اگر هر اتفاقی افتاد بتواند گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و الا اگر بر فرض بکنید، فرض رو بر این بذارید، حالا فرضش که اشکالی نداره، که مثلا آقای خامنه ای از اصلاح طلبان حمایت میکرد در تمام این سالها از آقای خاتمی به بعد، میدونیم که وضع به این صورت نمیتوانست بمونه
ولی خودش آمده از روز اول گروه های سپاهی و امنیتی و نظامی و انتظامی و اینا رو دائما بینشون اختلاف ولی انداخته. از موضوع داریم جدا میشیم آقای محمدی. ببینید مسئله اینه که شما میگید گروه های تروریستی، به هر حال دولت عراق دولت دست نشانده جمهوری اسلامی بود، آقای نوری المالکی. بله آقای نوری المالکی چندین بار اینجا به واشنگتن اومد، در کاخ سفید مورد استقبال قرار گرفت. بله و در جاهای دیگه. بله و در الان حوثی های یمن هست، حزب الله هست و گروه هایی که اشاره کردن. ببینید اینا به عنوان یک کارت برنده هست. همین نامه اوباما که فرستاده برای آقای خامنه ای، بله حالا آقای جان کری نه تکذیب کرده نه تایید، که این خودش یه نوع تایید عملا به نظر میاد، چون اگر نباشه خب صراحتا میگن چون این نیست. این نشوندنده چی هست؟ حالا غلط یا غیر غلط، خواستار همکاری با داعش شده، با جمهوری اسلامی علیه داعش، که حالا چه پیامدهایی داره چه، به هر حال نشوندنده موضوعی هست یا نیست؟ خب نشوندنده نفوذ جمهوری اسلامی در میان گروه های تروریستی هست حداقل یا حد اکثر. ببینید ما اون سر قضیه رو باید ببینیم. از اون طرف میبینیم که یک ائتلافی درست کردن علیه داعش، ائتلاف بین المللی، بیش از 30 کشور درش شرکت کردن و همین ایالات متحده بود که اجازه نداد جمهوری اسلامی در اون ائتلاف شرکت بکنه. البته ایالات متحده خیلی دلش بخواد که جمهوری اسلامی هم علیه داعش قدمی بردارد و ممکن آقای اوباما هم نامه بنویسه که با هم همکاری بکنیم آقا در این زمینه. حتی گفتگوهایی هم انجام شد. اما مسئله اینه که باز هم در بازی بین المللی شرکتش نمیدن به واسطه اینکه اعتماد بهش ندارن. حالا من میخواهم بگویم که اینها درست است. شما اشاره فرمودید به عراق. بله یکی از اشکالاتی که به آقای اوباما میگیرند حتی در داخل آمریکا این استش که عراق رو از سربازای آمریکایی رو از عراق بیرون کشید و در واقع در جام طلا این حکومت رو به جمهوری اسلامی سپرد. اینها اشکالاتی است که ایالات متحده هم داشته، غرب هم داشته و جمهوری اسلامی هم از اون نهایت بهره برداری رو کرده. ولی این راه رو من عرض میکنم که تا کی میتواند ادامه بدهد؟ به جایی میرسه که جامعه جهانی در مقابلش به هر حال ناگزیر بشه که بایسته. الان توی این مرحله هستیم که از نظر مالی و تحریم و اقتصادی ایستاده، ولی هیچ که باز ممکن است طغیان عمومی رو در داخل ایران به دنبال داشته باشه، ولی هیچ بعید نیست که از این هم فراتر برن و اقدامات دیگری در جریان باشه. فقط یه جمله اضافه کنم. وقتی آقای فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید ما ظرف 50 ثانیه تمام کشتی های آمریکا، ناوهای جنگی آمریکا رو در خلیج فارس از بین میبریم، باید یک تهدیدی در کار باشه که ایشون دست به چنین بلوفی میزنه و یک چنین حرفی رو میزنه. به هر حال ماجرا به اینجا تمام نخواهد شد جناب شاهنگی. بله حالا اون که بلوف اصلا مورد بحث نیست. آقای حیدری، شاید یکی از نکاتی که آقای خامنه ای و هرچه که از در تهران رو پس میزنه از نزدیکی با غرب به ویژه با آمریکا این هست که آقای خامنه ای میبینه دوستان آمریکا، محمد رضا شاه پهلوی، خود آقای خامنه‌ای هم در جریان پشت پرده های انقلاب هست قطعا، محمد رضا شاه پهلوی، حسنی مبارک، دوستای نزدیک آمریکا، واشنگتن و بعد از اون صدام حسین، باز کردن درهای عراق برای همه گونه تفتیش اتمی، سرانجام صدام حسین رو دیدیم به چه روزی افتاد، و بعدن لیبی، معمر قذافی از زمانی که درها رو باز کرد دست دوستی دراز کرد، هزار و یک اشکال. این نه سخن از دفاع یا تعریف از قذافی یا کسی مثل صدام حسین هست، خیر. اما از دید آقای خامنه‌ای وقتی می‌بینی بر سر دوستان آمریکا یا کسانی که طالب دوستی بودن مثل قذافی یا صدام حسین چنین آمد، آیا این خودش براش نگران کننده نیست که شاید این دوستی با
غرب سرانجامی مثل اونها براش داشته باشه، یعنی آقای خامنه ای به سرانجام صدام حسین یا قذافی دوچار بشه. و به همین دلیل هست که نامه های آقای اوباما که چهارمینش هست گفته میشه بی جواب میمونه یا جواب های غیر مهربانانه، آیا نیست؟ در واقع آقای خامنه ای همونجوری که در ابتدای صحبتم هم خدمتتون گفتم به این قضیه کاملا واقفه و حتی مشاورین ایشون هم این موضوع رو در واقع در مصاحبه هایی که کردن عمدتا عنوان کردن که به آمریکا و غرب ما نمیتونیم اعتماد کنیم و در اکثر سخنرانی هایی که آقای خامنه ای کرده برای مردم این نکته رو گفته که حتی در رابطه با همین مذاکرات هم ایشون گفته که من به این مذاکرات خوشبین نیستم و میدونم که عاقبت خوبی از این مذاکرات در نمیاد و غربی ها ما بهشون بی‌اعتمادیم و حتی کمیته مذاکره کننده های اتمی جمهوری اسلامی هم مکررن در کنفرانس های مطبوعاتی که داشتن عنوان کردن که ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و این بی‌اعتمادی چیزی نیستش که پنهان باشه، خود آقای اوباما هم این موضوع رو مطرح میکنه، ولی مشکل اساسی اینه که جمهوری اسلامی به واسطه اتفاقاتی که در صحنه بین‌المللی داره میفته و ظهور روسیه جدید با پوتین و افکاری که داره بهش این قوت قلب داده آقای خامنه‌ای در واقع که بتونه در این مسائل وارد بشه و بخواد نقش بالا رو داشته باشه و غرب هم من فکر میکنم وحشتش از اینه که جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره به وجود میاره و حمایتهایی که روسیه داره ازش میکنه در نهایت به سمت و سوی بره که باعث بشه که مداخلاتش در همپیمانهای آمریکا هم ادامه پیدا کنه، کما اینکه ما میبینیم الان عربستان از بیم اینکه جمهوری اسلامی بخواد شیعیان اونجا رو تحریک کنه در وحشت و حوثی ها خب در یمن قدرت رو به دست گرفتن، در بحرین همچنین. این نکاتی هستش که من فکر میکنم که باعث میشه نقش جمهوری اسلامی و اون تئوریسین هایی که آقای خامنه ای در واقع باشون داره همکاری میکنه افزایش پیدا کرده و غرب میخواد از در مصالحه بلکه وارد بشه و بخوان جمهوری اسلامی رو از این که به سمت روسیه بره و با برگ روسیه بخوان بازی کنن جلوگیری کنه. موفق میشه؟ من فکر میکنم که الان در واقع جمهوری اسلامی با توجه به همین سفری که امروز آقای صالحی به موسکو کرده برای خرید دو نیروگاه اتمی عملا داره درها رو به سمت روسیه باز میکنن و پوتین هم از این قضیه خیلی خوشحاله، چون که عملا میبینیم که باعث شده که بشار اسد با این همه جنایتی که کرده همان کماکان بر قدرت باقی بمونه و از جمهوری اسلامی هم در قضیه عراق داره حد اکثر استفاده رو میکنه تا بتونه اون روحیه آمریکا و اون در واقع ابرقدرت بودن آمریکا رو به نوعی در منطقه خاورمیانه بشکنه و در نهایت به خواست خودشون که خروج غرب از خاورمیانه است در واقع برسه. خوب، سیاست های خاورمیانه پرزیدنت اوباما و دولت او بسیار مورد انتقاد بوده در چند سال اخیر. معتقد هستم منتقدین اوباما که سهلنگاری و اشتباهاتی که انجام داد اوباما و وزارت خارجه او باعث شد که جای پای روسیه در منطقه خاورمیانه گسترش پیدا کنه. دوره تازه‌ای در سیاست خاورمیانه آمریکا آغاز خواهد شد در پی رسمیت یافتن دور جدید کنگره آمریکا مرکب از مجلس نمایندگان و سنا که میدونیم اکثریت اون کنگره آمریکا به دست جمهوری خواهان افتاده و دور تازه از ژانویه 2015 یعنی بیش از یک ماه دیگه عملا آغاز خواهد شد و در چنین شرایطی است که آقای اوباما نامه همکاری فرستاده، طلب همکاری کرده با جمهوری اسلامی. آقای، البته من این نکته رو هم بگم، دیشب یک مفسر تلویزیونی نکته بسیار جالبی رو میگفت طلب همکاری آقای اوباما از جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش مثل این هست که از کاکلس کلان، فرقه بسیار نجات پرست آمریکایی که آمریکایی‌های سیاه پوست رو کشتار میکرد سالیان سال، ما بخوایم همکاری کنه با ما با پلیس یا هر کس دیگه برای آرام کردن فرگوسن، شورشیان سیاه پوست آمریکایی آفریقای آمریکایی در فرگوسن ایالت میزوری، یعنی نجات پرستا رو ببریم اونها رو آرام کنن. گفت یه همچین کاریست و هر حال نکته قابل توجهی بود.
طلب همکاری آقای اوباما از جمهوری اسلامی برای مقابله با داعش. میبخشید آقای محمدی عزیز، اما چه راهی وجود داره؟ یعنی جمهوری اسلامی عملا غیر از وقت کشی برای به دست آوردن بمب اتمی، اتهامی که متوجه جمهوری اسلامی هست، چه راهی وجود داره که بتونه این مذاکرات رو به سرانجام برسونه به سود مردم ایران؟ ببینید، اگر بخواهد واقعا به سود مردم ایران کار بکنه نظام جمهوری اسلامی، من فکر کنم باید کل سیاستش رو عوض بکنه. ما یادمون نرفته که ما یک رابطه بسیار متوازن و مطلوب در زمان گذشته، در دوران رژیم گذشته داشتیم با همه دنیا. هیچ دعوایی هم نداشتیم، احتیاج به دشمنی هم نداشتیم، دشمنی هم با هیچ کشوری نداشتیم، هم با غرب و هم با شرق رابطه داشتیم. حتی اومدیم ذوب‌آهن رو از روسیه وارد کردیم، با کشورهای دیگر هم همینجور، در آسیا، در غرب، در اروپا، در آمریکا. حالا اون مطلب کلی که شما فرمودید که حالا بحث نمی کنیم که اساسا نزدیک شدن به آمریکا ممکن است خطر داشته باشد برای نظام جمهوری اسلامی، اما کلا از دید مسئولان جمهوری اسلامی من میگم، یعنی اینو میبینن در منطقه، بعد میگن آقا آقای خامنه‌ای در خلوت خودش فکر میکنه، میگه قذافی بله. درا رو باز کرد، بالاخره اون بلا سرش اومد. عرض میکنم برای ایشون هم خب سخته در این سن و سال که فکر کنه به سرنوشت قذافی دچار میشه. بله درسته، من اون فرمایش رو قبول دارم که یکی از نکاتی که میترسن همینه، اما به طور کلی اگر بخواهند در مورد مردم ایران و به قول شما سفره مردم ایران فکر بکنن، اصلا سیاست باید عوض بشه. این که حالا درست میگن آقای حیدری که آمدن روی کردشون رو کردن به طرف روسیه، حالا روسیه چه در واقع تضمینی دارد که سوء استفاده نکنه که کرده؟ الان شما میبینید نزدیک 20 سال یه نیروگاه رو میخواد تکمیل رو راه اندازی کنه، نمیکنه، و در هر جا که میبینیم فقط یک حمایت ظاهری از جمهوری اسلامی کرده و حالا میبینیم دو نیروگاه دیگه هم میخوان اضافه بکنن و دائم داره در واقع از قبل ایران بهره برداری میکنه. بنابراین راهی که جمهوری اسلامی داره میره، از چند مورد که نگاه میکنیم، اولیش خود حقوق بشره که مردم ایران خب راحت نیستن، از نظر اقتصادی هم. خب چی باعث شده که کشوری که دارای سرمایه های نفت و گاز است و این همه سرمایه داره به این فلاکت و بدبختی بیفته که حالا حتی خط، یعنی طبقه متوسط هم نزدیک به خط فقر شدن؟ و وقتی گزارش ها را آدم میخونه میبینه خب چه شده، چرا باید یه همچین کشوری ثروتمند دارای ذخایر فراوان به یه همچین حالتی برسه؟ جز این استش که سیاست هایی که جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خب سیاست غلطی بوده، بر علیه مردم خودشه، به نفع فقط یه گروهی که در حکومت نشستن. به قول اون آخوندی که اخیرا در قم گفته بود که هیچ اصلا سمت و پستی در دنیا عزتمندتر از آخوندی نیست و نصیحت کرده بود که برید باهاشون زندگی بکنید. به هر حال به خاطر این که فقط میخوان قدرت خودشون رو حفظ کنن، کار دیگه ای نمیخوان بکنن جناب چلنگی، به نفع مردم نمیخوان کاری بکنن. بله، البته اون شغل با عزت آخوندی که گفتید، یکیشون هم گفته هیچ، بله همون همین ایشون هست و گفته که دختران نمیدانن که همسر طلبه شدن یعنی چه. بله این کی هست؟ این بابا استاد حوزه و دانشگاه، استاد حوزه دانشمند هم هست اسم ایشون، دیگه هیچ نیاز به دانش اندوزی هم ندارن، خود به خود دانشمند هست ایشون. این حوزه و دانشگاه که من یک پرانتز باز کنم آقای حیدری عزیز، این تز معروف جلال آل احمد بود، جلال آل احمد. بله، ایشون آنچه رو که نجات ایران می نامید و می خوند، حالا ایران چه نیازی به نجات داشت اون بحث دیگه است، پیوند به اصطلاح دانشگاه و حوزه می دونست و پیوند روشنفکر و روحانیت. همین تزی که به اینجا رسید و الان این استاد حوزه و دانشگاه است که میگه بله این نمی دانن همسر
اگر میدانستند خودشان به خواستگاری طلبه میآمدند. دختران ایرانی، این هم از روحانی آخ ملا، ملای شیعه در قدرت و اهانتی اینچنین به بانوان و دختران ایرانی. یک ملای شیعه به اسم مهدی دانشمند برخوردار از امتیازات ولایت فقیه در ایران. و اما چرا آقای حیدری عزیز پرداختن به نقض حقوق بشر در ایران در سیاست خارجی کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا در برابر ایران این همه کم رنگ شده؟ به خاطر مماشات هست در مورد برنامه اتمی، اون هم برای این همه سال؟ خب غیر از بحث اتمی، با توجه به سابقه کارکردی که من خودم در ایران داشتم در وزارت خارجه، کشورهای غربی در طول این 30 سال با جمهوری اسلامی مراودات بسیار زیادی داشتن و تونستن از قبل جمهوری اسلامی یک سری موقعیت‌های اقتصادی خوبی هم به دست بیارن، چه در ایران چه در منطقه. اینه که باعث شده بحث حقوق بشر رو همواره در مواقعی که خواستن امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی هم بگیرن مطرح کنه. و الان هم میبینیم سر قضیه اتمی به نوعی اصلا بحث حقوق بشر رو مطرح نمیکنن، با توجه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی انقدر زیاده که همین اخیرا اعدام همین خانومی که در واقع خانم ریحانه باعث شد که تمام دنیا در مقابل این قضیه موضع‌گیری کنن، ولی جمهوری میبینیم که غرب و حتی کشورهای پنج به علاوه یک فقط به دنبال مسئله اتمی هستن، چون میترسن که اگر همین جوری جمهوری اسلامی پیش بره منطقه خاورمیانه تبدیل بشه به یک باشگاه اتمی جدید و کشورهای عربی هم بخوان بمب اتمی داشته باشن، کما که ترکیه هم مدعی میشه. اینه که سر قضیه حقوق بشر همواره با جمهوری اسلامی کنار اومدن. در ایامی که من خودم در وزارت خارجه بودم، با توجه به جنایات هایی که در داخل ایران شد، چه در سال 67 چه بعدش، ما اکثر سفارتخونه های غربی در داخل ایران از این موضوع با خبر بودن، ولی عملا در مقابل چه خمینی چه خامنه ای هیچ گونه اقدامی نکردن. حتی در ملاقات هایی هم که انجام دادن، بحث های اقتصادی اولویت داشت به بحث حقوق بشر. اینه که غرب عملا دست خودش رو در این گونه موارد در پیش فعالین حقوق بشر باز کرده و صدای اونا عملا به گوش آقای جانکری و بقیه زعمایی که در این مذاکرات هستن نرسیده و شاید هم اگر هم توافقی صورت بگیره بعد از اون بخوان کاری انجام بدن، ولی عملا بحث حقوق بشر اینجا قضیهش منتفیه تا زمانی که جمهوری اسلامی داره با این برگ اتمی بازی میکنه. پس در این زمینه مردم ایران چه صفحه‌ای در برابرشون هست آقای محمدی برای حل این مسئله؟ مسئله اتمی که به جای خود، این حل مسئله ابتدایی‌ترین حقوق مردم ایران که به طور روزمره در موارد پایمال میشه. آقای محمدی، اتفاقا این سخت‌ترین کاری هم هستش که مردم ایران دارن جناب چلنگی. کار آسانی نیست، چون جمهوری اسلامی بدون نقض حقوق بشر واقعا نمیتواند ادامه حکومتش رو تضمین بکنه. ما میبینیم الان مسئله ریحانه رو، مسئله اسید پاشی رو، مسئله دیگر رو، همین الان در مجلس مسئله امر به معروف و نهی از منکر. یعنی دائم جمهوری اسلامی در حال تولید یک مسائلی هست که بتواند حقوق بشر رو سرکوب کنه، و اصلا از طریق همین رعب و وحشته که میتواند ادامه بدهد. اینه که کار بسیار بسیار سختی مردم ایران دارن و واقعا هم مبارزه هم میکنن، اما که حالا به نتیجه برسه امیدوار هستیم که دنیا هم از این حرکات حمایت بکنه. بله، یعنی شما هم همون ضرب المثل قدیمی که کس نخارد پشت من هست دوستان. دقیقا کار دیگه ای نمیشه کرد جناب چلنگی. بله، به آخر برنامه میرسم، اما دنباله حرفای این آقای دانشمند آقای محمدی اینی که همسر طلبه شدن یعنی همراه شدن با کسی که میخواهد سرباز امام زمان باشد. بله. یعنی خود این بابا و اینا میخوان سرباز امام زمان باشن و دختره باید برن خواستگاری ایشون. آلن دلون هم اینقدر از خود راضی نبود که این بابا مهدی دانشمند یا براد پیت یا بقیه ستارگان سینما. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی گرامی و آقای محمد رضا حیدری عزیز، با سپاس بسیار از شما. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز.
سند و سبلان آسماری کوساران دراک الوند کوتفتان و کوساران زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد.